دو تا مریض برگاهشون اومده. خب نوبتی کی بود؟ کیومرس امیدی هستم، کارشناس رادیولوژی. تقریبا از سال 82 وارد این حرفه شدم، الان تقریبا 17 سال سابقه دارم. همسرم هم کارشناس ارشد پرستاری است که بیمارستان دیگه مشغول به کار هستم. دوست از حالا دراز بکشید به هم حالت. بله چی شد که همسری رو انتخاب کردید که تو این شغل هست؟ به خاطر اینکه حتما اولا فکر کردم اگه همسرم هم با من یه شخصی بود که تو بیمارستان کار می‌کنه بیشتر می‌تونه من درک کنه و واقعا هم همین بود. ABG ها رو با کیسه حتما ظرف یخ بذار وگرنه اونجا قبول نمی‌کنه. با همسرم تو همین محیط کار در واقع آشنا شدیم. دو تا پسر دارم. یه پسر من 12 سالشه که چند روز دیگه هم تولدشه. یه تا 13 سالگی میشه. یه پسرم هم 7 سالشه. مریضایی که به ما مراجعه میکنن هنوز مشخص نیست که آیا کرونا دارن یا ندارن. بعد از انجام اون پروسه تشخیصی، حالا سی تی اسکن یا HRCT که ما براشون انجام میدیم، تازه اونجا ما متوجه میشیم که این بیمار مثلا مبتلا به کرونا هست یا نیست. در واقع خط مقدم تشخیص این بیماری ما بودیم. زندگی مشترک چجوری میگذره تو این شرایط کرونایی، اونم تو بیمارستان؟ ما مثلا داشتیم کسایی رو که همسرشون میگفتن نه نباید وارد بحث کرونا بشین و اینا، ولی همسر من همچین حرفی رو نزد. خانمم الان فکر میکنم شاید بیش از 2 ماه بچه‌مون رو بغل نکرده، نبوسیده. حالا من بعضی وقتا جسته گریخته همچین کاری میکنم بچه‌ها رو، ولی خب متاسفانه شرایط سختیه برای هممون، فرقی نمیکنه. کل کادر درمان واقعا با شرایط سختی مواجه است. شیفتاتون چه جوری با هم دیگه میخوره؟ شیفتامون رو سعی میکنیم با هم مچ کنیم. حالا معمولا هر روز هستیم سر کار دیگه. الان بالا با توجه به تعطیلی مدارس الان دو تا پسرامون خونه هستن و کسی هم پیششون نیست، خودشون هستن. معمولا صبحونه‌شون خودشون میخورن، ناهار رو تقریبا سعی میکنیم ما برسونیم بهشون. یکیمون میریم پیششون. شما و همسرتون روزکار هستید؟ بله. خب من خب گهگاهی شبم هستم، ولی خب معمولا خانمم هر روز روز هستم. بله. خوبی مادرم؟ بهتری؟ آره؟ خوبی مادر جان؟ من زندگی بر بچه ها چجوری میگذره؟ خوبه خدا شکر، عالی. اونا خسته نشدن یا اونا هم شغل شما رو دوست دارن؟ چرا، پسرام خیلی خسته شدن. میگم همسر من هیچ مشکلی نداره، اما پسرام میگن که نمیشه نری سر کار. من پسرام جفتشون تو بیمارستان، تو مهد کودکای بیمارستان بودن در واقع بزرگشن، چون جفتمون کادر درمان بودیم دیگه، ما از این شدیم خودمون و بچه‌هام. بابت ما اصلا تعطیلات عید نداشتیم. من سال تحویل اینجا بودم، همسرم سر کار بود، پسرام دوتایی تنها تو خونه بودم. با اینکه بهشون گفتم بیدار نشین، نمیخواد مقایسه، ولی بلند شده بودن دو نفری با هم که سال تحویل گرفته بودن. خب سخت نیست براشون؟ جفت پدر و مادر، کادر درمانی، بچه ها تک و تنها خونه. چرا؟ براشون خیلی سخت، فکر میکنم براشون سخت باشه. من حتی سال پیش تولد پسر کوچیکم آذر ماهه، تو آذر ماه درگیر اچوان انوان بودیم، یعنی واقعا این بحران اچوان انوان پیش اومد. من نتونستم برای پسر کوچیکم تولد بگیرم، برای تولد دوره همی فقط برای 2-3 ساعت یکی گرفتم و کادر شدم. یعنی نتونستم واقعا کسی رو دعوت کنم یا چی، چون درگیر اینجا بودم. 3 روز متوالی اینجا پشت سر هم تا 8 شب وایسادم که بخش اچوان انوان رو هندل کنم. شما دلتنگیشو نمیشون بالاخره؟ چرا؟ میگم من روز سال تحویل که نتونستم پیششون باشم، زنگ زدن گفتم ما دوتایی بیداریم، من اینجا بودم، خیلی ناراحت شدم. اگه بخوای یه حرفی به خانومت بزنی تو این شرایط چی بهش میدی؟ تو این شرایط یه خسته نباشید بهت میگم و برای توضیح سلامتی میکنم. امیدوارم کنار هم همیشه مثل الان که هستیم شاد و تندرست و خوشبخت باشیم. مامان جان یه کمی امروز دیر شد، من یه ذره دیرتر میام. باشه، کاری نداری مامان، خداحافظ. کلاس مختلف تو انجام دادی؟ منتظره؟ FFP بیا بعد انجام بدی. مریض رو بردین برای سونوگرافی؟ مریض رو بردین.
حالتون خوبه؟ خسته نباشید. من میخوام میکروفون رو به شما بدم. ببخشید با حفظ فاصله یه گفتگوی با هم بکنیم که گویا همسرتون هم اینجا هستن. میشه ایشون هم صدا کنید؟ میتونم بپرسم چی شد که این شغل انتخاب کردید؟ خب در اصل قبولی تو دانشگاه مجبوری رفتیم، ولی بعدش تبدیل به یه عشق رو واقعا، یه جوری که اگر دوست نداشته باشی این شغل رو نمیتونی توش دووم بیاری، مخصوصا توی این بحران ها، و این بحران ها بیشتر هم ما رو ساخته و بیشتر هم باعث شده که این شغل رو دوست داشته باشی. حاصل این ازدواج هم یه دختر 3 سال و نیم هست که الان پیش مادرم. خدا حفظش کنه. شیفتاتون چه جوریه؟ سعی میکردیم شیفتامون رو حتی امکان با هم دیگه بگیریم، چون من به جز اینجا جای دیگه هم مشغول به کار هستم، حداقل میخواستم که یه محل کار اصلیم که اینجاست با خانومم در کنار خانومم مشغول به کار باشم. ما تایمی که میرسیم خونه کامل باید خودمونو استریل کنیم، لباسامونو برای شستشو میندازیم توی سیستم شستشو، کامل خودمونو که استریل کردیم یکی 2 ساعت بعد من دنبال بچه‌ام میرم. ما از سال 92 حدود 6 ساله که زندگی مشترکمون رو شروع کردیم. آرزوی مشترکی هم دارید یا نه؟ الان آرزومون اینه که زودتر این بیماری تموم بشه، ما به زندگی طبیعیمون برگردیم. واقعا این که من بچه‌مو میبرم میرم به مادرم، از پایین آسانسور سوار میشه میره بالا، و من واقعا 2 ماه پدر مادرمو ندیدم. ایشون هم که همینطور، ایشون هم پدر مادرش شهرستان هستن و ما از فکر میکنم بهمن ماه ندیدیمشون. ارتباط مجازی که میگیرید؟ بله بله، واقعا دلمون تنگ شده برای همهشون، برای تک تکشون. پدنرسمون به من گفتش که بخشمون تبدیل شده به بخش مریضای کرونایی، حاضری تو این بخش کار بکنی؟ یه مکس کوچیکی کردم و داخل بخش رو که نگاه کردم دیدم یه خانم پیری خوابیده. حس کردم که شاید اون خانواده من باشن و اونا هم عزیزای ما هستن، پس من بیرون از این بخش کارایی ندارم، بهتره بمونم اینجا و فکر کنم اون هم عزیز منه و برای بهتر شدنشون هر کاری از دستم بر بیاد بکنم. خب کوچولوتون چی؟ یعنی به خاطر کوچولوتون؟ آره اتفاقا آقای شکری مدیر پرستاریمون هم همینو گفت، حتی هدنرسمون خانم مزایری هم همینو گفتن، گفتن شما یه کوچولو دارید، دوتاییتون هم شاغل هستین، ولی حس کردم که نه، میتونم اینجا بمونم مفید باشم و خودم به خدا سپردم. الان دوست داشتین این لباس ها نباشه؟ خیلی راحت، چون من خودم عرق کردم، شیلدم داره بخار میکنه دیگه، شاید جایی رو نبینم. یعنی چیزی الان واقعا آرزومون همینه که این لباس رو در بیاریم و خیلی راحت به روزای قبل اون برگردیم. تمام خواهشی که از مردم عزیزمون دارم همینه که رعایت کنن، راحت رعایت کنن نکات ایمنی رو. خواستم از شما هم تشکر کنم بابت بهتر دیده شدن ما، واقعا زحمت میکشید، همین که تو این شرایط سخت با پوشیدن این لباسا جون خودتون رو در واقع کف دستتون گرفتیم برای بهتر دیده شدن ما، واقعا ازتون ممنونیم. ایشالله که مردم هم با رعایت کردن، با تذکرها، با توصیه‌هایی که شما می‌کنین و با چیزهایی که نشونشون میدین برای اینکه تو خونه بمونن و رعایت بکنن این شرایط رو و از زحمت ما کمتر کنن، واقعا ممنون. تو این شرایط چی باعث میشه که این خستگی در بره؟ واقعا عشق به کارمون. واقعا زحمت لباس منم بدین که عوض کنم. مرسی، خیلی ممنون. شیفت کاری من از ساعت 7 شب شروع میشه، من شب کار هستم، همسرم هم پرستار هستن، ایشون هم شیفت درگردش دارن. چند وقت الان مشغول به کار هستی؟ من ترهیم و تقریبا 1 سال و 2-3 ماهه که مشغول به کارم. با اینکه 1-2 سال میگذره از خدمتون، شده خسته بشی؟
خیلی وقت شده که خسته بشیم، ولی وقتی که توی بیمارستان میایم میبینیم که مریضا با حال خوب مرخص میشن و اون لبخند شیرین مریضا رو میبینیم، این خستگی از تنمون در میره. این آزمایش PCR شما منفی بوده؟ اینطور که من فهمیدم یه دو سه سال ازدواج کردیم. بله دو سال. زندگی مشترک چجوری، حال هواش؟ زندگی مشترک خیلی خوبه، خیلی عالیه. اینجا بخش ICU کرونا هست. تو این بخش مریضایی که خیلی وضعیت حاد تنفسی دارن و مشکل قلبی ریوی دارن تو این بخش بستری میشن و اینجا مراقبت های ویژه تری ازشون صورت میگیره. من فقط عاجزانه از مردم میخوام فاصله اجتماعی رو حتما رعایت بکنن، بهداشت فردی رو رعایت بکنن، دستاشون رو بشورن و با همدیگه بتونیم کرونا رو شکست بدیم. مامان جان خوبی؟ حالت بهتره؟ نگران نباش، انشالله که زودتر خوب میشی. من که میرم خونه ایشون میره شیف، توی این فاصله خیلی کم هم میتونیم همدیگه رو ببینیم، هم یه وقتای خیلی اتفاقی پیش میاد که شیفتامون یکیه و آفامون و هر دوتامون خونه هستیم. این خیلی کم پیش میاد، ولی خب به نظرم با ارزش ترین زمانیه که ما داریم. یه حرفی به خانومت بزنی تو این شرایط چی بهش میگی؟ اولا حسابی خسته نماشی بابت این که در واقع همکارتون خیلی زیاده، چون تو بخشای سنگینی دارین کار میکنه، و اینکه لحظه لحظه زندگی هم تا جایی که در واقع عمری برام باقی بمونه کنارتون میمونم و با تمام وجودم دوستتون. همین اول راهی فکر میکردید که به بحرانی بخورید به اسم کرونا که بخواهید بیمارستان باشید و اینجوری سپری کنید؟ راستش اصلا فکر نمیکردم که همچین اتفاق بیفته و ما دچار همچین بحرانی بشیم، ولی من همیشه دوست داشتم که اگه یه وقت خدایی نکرده جنگی اتفاق افتاد به عنوان پرستار برم به سربازامو خدمت کنم، و الانم ما تو جنگیم و خوشحالم که میتونم به عنوان یه پرستار و به عنوان یه سرباز حتی خدمت کنم.